هفتم اسفند خبر اهدای بیانیه 250 تن از نمایندگان مجلس این عوام و ایان انگلستان به خانم رجوی منتشر شد. عنوان این بیانیه درباره ایران، حمایت از قیام مردمی در ایران، محکومیت سرکوب معترضان، هدایت شده توسط زنان و جوانان فوریه 2023 بود. این بیانیه در اشرف سه توسط دیوید جونز، رئیس کمیته بریتانیایی برای ایران آزاد و باب بلکمن، رئیس کمیته بین المللی برای دموکراسی در ایران به خانم رجوی اهدا شد. همراه میشیم با خانم دکتر صوفیه سعیدی، عضو شورای ملی مقاومت ایران و استاد روابط بین الملل تا در این رابطه گفتگوی داشته باشیم. سلام میکنم به شما خانم سعیدی عزیز، خیلی خوش آمدید. با تشکر از شما و همه هموطنان عزیزمون و بینندگان محترم برنامه شما، تشکر میکنم از دعوت من برای شرکت در برنامه‌تون. درود بر شما. خانم سعیدی، می‌خواستم اگه میشه توضیح بدید که این بیانیه 250 تن از نمایندگان پارلمان انگلیس در این شرایط که دادن به نظر شما چه اهمیتی داره؟ ببینید، اگر بخوام که از لحاظ روابط بین‌الملل راجع به این صحبت بکنیم و آلترناتیو ها و به ویژه در شرایط بسیار بحرانی و واقعا تاریخی که ما در بحبوحه انقلاب نوین ایران به سر میبریم و جانفشانی مردم ایران، از هر لحاظ که فکر بکنیم معقوله اینه که حمایت بین‌المللی، حمایت دولت‌ها و نمایندگان دولت‌ها از کی هست و آلترناتیو چی هست و به چه صورتی هست، خودش جنبه بسیار مهمی هست و ما این رو میتونیم اینجا در رابطه با حمایت بیانیه 250 تن از نمایندگان مجلس عوام و ایان انگلستان مشاهده بکنیم. چرا؟ چون اونها در این بیانیه، همونطوری که البته من فکر می‌کنم هموطنان توی این برنامه شما هم دیدن، حمایت از قیام سراسری مردم ایران هست. شورای ملی مقاومت و برنامه ده ماده خانم رجوی به عنوان اصلی ترین و مهمترین اپوزیسیون هست و آلترناتیو آینده ایران، خودش یک نکته بسیار برجسته در رابطه با این بیانیه 250 تن از نمایندگان مجلس عوام و اعیان انگلستان هست که در حقیقت هر دو مجلس را در بر میگیره. مردم ایران آلترناتیو دموکراتیک دارن. اهداف در برنامه بعد ده ماده خانم رجوی، رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت، همه عنوان شده و این رو میپذیرن و قبول دارن. و همچنین نکته این که درخواست کردن که سزاوار حمایت همه جانبه هستن، یعنی این موزگیری 250 تن از نمایندگان هر دو مجلس انگلیس رو اینجا نشون میده. در حقیقت نکته کلیدی دیگری که در این بیانیه اومده که باز هم از نظر جهتگیری تو مناسبات روابط بین‌الملل و حمایت از قیام عادلانه مردم ایران مهم هست، حق مردم ایران برای دفاع از خودشون در این مبارزه، در این قیام و برای سرنگون کردن این رژیم هست که به هر حال این هم یک نکته بسیار بسیار مهم و کلیدی هست، به ویژه که مردم مبارز ایران، کانونهای شورشی مبارز و واقعا جانفشان چگونه دارن در راه به دست آوردن آزادی و سرنگونی رژیم از جان و مال خودشون میگذرن و یک چنین دفاعی از واقعا بود و نبود، که واقعا به بود و نبود اونها برمیگرده، از جانب نمایندگان مجلس انگلستان حائز اهمیت بسیار زیادی هست. اونها همچنین واقعا اینی که اومدن و محکوم کردن این کشتار رو، کشتار تظاهر کننده ها رو، و خواستار این شدن که پرونده جنایت رژیم به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع بشه در رابطه با عاملین اصلی و درجه یک این ویرانی و این کشتار که خود خامنه‌ای و در حال حاضر رئیسی هستند، هم خواستار این شدن که اینها هم به مجازات برسن و این پرونده واقعا در نظر داشته باشه که عاملین این جنایت کی هستند و باید به اون رسیدگی بشه. من فکر می‌کنم که همه متفق قول هستیم که نقش ارزنده کانون‌های شورشی به عنوان یک اپوزیسیون سازمان یافته توسط مجاهدین که اونها به طور واقعی در سازماندهی نقش جدی دارند و آوردن این نکته در این بیانیه بسیار مهم هست و روشن می‌کنه برای همه
که واقعا این کانون‌های شورشی چه مقاومت و چه مبارزه می‌کنند و چقدر تحت توجه بین‌المللی هستند و اینی که چه کسانی، یعنی واقعا اپوزیسیون سازمان یافته کی هست و چه نقش کلیدی در امر سازماندهی فعالیت‌ها و این هسته‌های مقاومت در داخل ایران داره. نکته بسیار مهم دیگه من فکر می‌کنم که من واقعا فکر می‌کنم هموطنانم بسیار خوشحال میشن که ببینن در این بیانیه آورده شده و ازش حمایت قوی شده، اون هم مرزبندیه در رابطه با خواسته مردم ایران نسبت به شاه و شیخ و سرکوب اون، که در حقیقت آوردن گفتن توی این بیانیه که برای خود مردم ایران نام شاه و شیخ مترادف با سرکوب و فاشیزمه و به این واقعیت اذعان کردن، این تو که مردم نمیخوان و هرگز هم به گذشته بر نمیگردن. نکات کلیدی که واقعا بیانکر واقعیت مقاومت و مبارزه انقلاب نوین هست و خواسته مردم در این بیانیه آورده شده که جای بسیار خوشحالی است. به خاطر همونطوری که عرض کردم توجه بین‌المللی در رابطه با این بیانیه 250 تن. بله خانم سعیدی، شما فهم کنید که علت بازدید اخیر نمایندگان مجلس عوام انگلستان از اشرف سه چی بوده؟ همطور که من فهم کنم در اخبار هست که میدونیم، در رحله اول البته خب کار بسیار ارزنده و زیبا و ارزشمندی کردند هم نماینده جونز و نماینده بلکمن، که این دو شخص که در واقع نقش کلیدی هم در طول سالیان از حمایت مقاومت مردم ایران داشتند و از نزدیک با فعالیت‌های مبارزین مملکت چه در داخل و در خارج کشور آشنایی دارند، خودشون شخصا علاقه داشتند که حضوراً بیانیه 250 تن رو از نمایندگان مجلس عوام و اعیان رو به حضور خانم رجوی به عنوان رئیس جمهور برگزیده مقاومت به اشرف ببرن و همونجا تقدیم بکنن. این خوب در درجه اول همطوری که خدمتون عرض کردم یک حرکت بسیار واقعا شایان تحسینی هست، ولی واقعیتش این است که صحبت‌هایی هم که اونجا هر دو ایراد کردند نکات بسیار مهمی در برداشت، من فرصت کمی را از برنامه میگیرم فقط چون فکر میکنم بسیار مهم است یک بار دیگه به اون اشاره میکنم. و آقای بلکمن که خودش واقعا نقش کلیدی در رابطه با کمیته پارلمانی داره، یعنی کمیته بین‌المللی پارلمانترها برای ایران آزاد، صحبتهایی کردن ایشون که نشون میداد که اهمیت شعارها در قیام جاری چی هست، تأکید مشخصی داشتن در رابطه با شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، و اینکه جهان به گفته ایشون باید از این خواسته حمایت بکنه و خواسته مردم ایران و مبارزین ایران هست که جهان هم خوب است از اون طرفداری و جانبداری بکنه، چون واقعا نشون میده که ایران واقعا در بغبغه یک انقلاب دیگر هست و هرگز هم به گذشته و نظام‌های ستمگر و دیکتاتوری سابق بر نخواهد گشت و خواسته اونها این چنین هست. ایشون اضافه کردن که خب طبیعتاً کسانی هستن که دنبال تضعیف کارهای ارزشمند مقاومت ایران، شورای ملی مقاومت هستند و اینها طبیعتاً به گفته ایشون یک پیوندهایی با رژیم و یعنی رژیم آخوندی دارند، این برایشون کاملا مشخص هست. به هیچ وجه ایشون تحت تأثیر دروغ پراکنی هایی که وجود داره نیستند و اتفاقا اظهار کردند که اینها بیشتر نمایندگان رو ایشون رو و این حامیان برجسته مقاومت رو تشویق میکنه که به حمایت خودشون از خانم رجوی شورای ملی مقاومت و مبارزه مردم ایران ادامه بدن. ایزن آقای جونز هم صحبت بسیار ارزنده که حاوی نکات مهمی بود کردند و من فکر میکنم که فقط سریعاً اشاره کنم که ایشون هم توضیحات خیلی خوبی دادن در رابطه با اینی که
کسایی که فعالیت ها و مبارزه و تاثیرگذاری شورای ملی مقاومت رو و در کل مقاومت ایران رو دارن انکار میکنن، در حقیقت کسایی هستن که انکار حقیقت میکنن و اشاره کردن ایشون که اگر که واقعا میگن که این مقاومت حمایتی در داخل ایران نداره، چرا تأمل نمی کنیم و بر نمی گردیم به تاریخچه فعالیت های تروریستی رژیم بر علیه این مقاومت؟ و مثال آوردن ایشون در رابطه با عملیات بمبگذاری دیپلمات رژیم، به اصطلاح دیپلمات و تروریست رژیم اسدی، در رابطه با میتینگ جهانی مقاومت ایران در پاریس، و اینی که خب برای یک نماینده مجلس انگلیس خیلی تحلیل و بررسی این واقعه راحت بود و جنبندی که طبیعتاً چون قوی ترین و سازمان یافته ترین اپوزیسیون رژیم همین شورای ملی مقاومت و مجاهدین و خانواده بزرگ مقاومت در کلیت اون هستند که رژیم دست به یک چنین فعالیت های تروریستی بر علیه اون میزنه. من بسنده میکنم به برخی از این نکات برجسته نمایندگان و اینی که چگونه اونها همچنین تحلیل هاشون در راستا با واقعیت های جاری و انقلاب جاری ایران هست و طبیعتاً شایسته قدردانی و سپاس هم هست. بله، خیلی ممنونم از شما خانم سعیدی به خاطر حضورتان در برنامه امروز با تمام توضیحاتی که دادید. با تشکر از شما و همه بینندگان محترم شما.